کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و به اشتراک گذاشتن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تاریخ مشروطه. برآمده از حوادث و رویدادهای پیش و پس از انقلاب مشروطه، اثری پژوهیده و بسیار گرانقدر از احمد کسروی. احمد کسروی نویسنده، دگراندیش، ادیب و مورخ قرن 13 و 14 شمسی. صفحه 858. از آن سوی از بارنج و باسمنج، اشد و دوله و این و دوله به کار پرداختند. همچنین رحیم خان از سوی پل آجی جنگ میکرد. از شش جا توپهای دولتی گلوله به شهر میبارانید و از این سوی توپهای شهر پاسخ میدادند. روی هم رفته از چهار سوی شهر زد و خورد میرفت، ولی سختی بیشتر در سوی حکماوار میبود. در اینجا چنان که گفتیم، مجاهدان که پیش دستی کرده بودند شکست خورده به حکماوار بازگشتند، و چون آیدین پاشا که سرکرده آنان می بود نه ایستاده همچنان می رفت، مجاهدان در اینجا نیز جلوگیری از دولتیان نتوانستند. این از سواران به آسانی به اینجا در آمدند و از دو راسته، راسته یرگر و راسته میدان که پیش می آمدند، در هر دو از این سر تا آن سر فرا گرفتند. در اینجا در این هنگام تنها از سوی دیزیج و آنور گورستان اندک ایستادگی شده، آن را نیز مجاهدانی می کردن که ننگ گریز را به خود روا نشمرده از آنجا نگذشته بودند. من میان در ایستاده می دیدم زخمیانی را می گذرانیدن. یک بار هم جنازه کربلایی آقا علی سردسته قراملکی را دیدم که آوردند و گذرانیدند. این آقا علی مردی خوش شهره، بلند بالا و دلیر بود و به تازگی از این دوله لقب رشید الایاله دریافته بود. در همان هنگام عباس حکماواری که از رویش تیر خورده بود بازگشت، و چون با همه بودنش میانه دولتیان خانه ایشان نیز به تاراج رفته و مادر و خواهرانش در خانه ما می بودند، با آنجا که رسید لگام اسب را نگاه داشته با چهره خونین سراغ مادر بدبخت خود را گرفته چنین گفت: اینان آمدند ولی نتوانند بمانند. من رفتم به مادرم بگویید بیایند قرا ملک. این گفته راه افتاد.
این شگفت که شکست دولتیان را پیش بینی می کرد، با اینکه در این هنگام ایشان تازه در آمده و خود را پیروز می پنداشتند، امیدوار می بودند که روز دیگر به سراسر شهر دست خواهند یافت. این است دست دست از قراملک به حکماوار می آمدند و در پی جا گرفتن می بودند. نیز جنگجویان در اینجا و آنجا سنگرها پدید می آوردند. در همان هنگام بود که توپ نیز آورده در حکماوار گذاردند. و دیری نگذشت آگاهی رسید که خود حاج شجاع الدوله با سرکردگان می آید. حکماواریان که خانه هاشان به تاراج رفته بود و آن همه آزار می دیدن، ناگزیر شدند به پیشواز شتافته گوسفند زیر پایش قربانی کند. و در این کار حاج میر محسن آقا پیشوا می بود. شجاع الدوله با دبدبه و شکوه بسیار و با موزیک به حکماوار در آمده از راسته اره گر روانه گردید و تا میدان حاج حیدر که نزدیک به سنگرهای دهنه دیزیج و سر گورستان می بود فرود آورد و در آنجا نشیمن گرفته سرکردگان گردش در آمدن و موزیک نغمه آغاز کرده همی زدند و همی نواختند. این داستان حکماوار است، اما خطیب و آخونی در آنجا جنگ سخت‌تر و ایستادگی مجاهدان بیشتر بود، ولی ما از آنها آگاهی نمی‌داریم و تنها گفته مشهدی محمد علی خان که خود جنگ می‌کرده در دست است که آن را می‌آوریم. می‌گوید از آن بامداد جنگ آغاز شده، دولتیان تاخت آورده بودند. حاج محمد میراب و مشهدی هاشم حراچی که با دسته‌های خود در خطیب می‌بودند تا دیری زد و خورد کرده و ایستادگی نتوانسته بازگشتند و بسیاری از ابزار ایشان به دست دولتیان افتاده بود. به نوشته کتاب آبی توپ را با خود باز آورده بودند. مرا ستارخان دستور داد با دسته خود به سوی شام قازان رفتم. زمانی رسیدیم که در آنجا نیز مجاهدان شکست خورده و یار محمد خان کرمانشاهی با 3-4 تفنگچی تنها مانده بودند. همان ساعت دولتیان بیرق خطیب را که به دست آورده بودند همانجا بر سر دیوار زدند تا شکست مجاهدان را در آنجا به ما آگاهی دهند و چند جمله نیز به سرزنش پرتاب کردند. جنگ با سختی پیش رفته، دولتیان از هر سو فشار می آوردند، از این سو بمبی انداختند و اندک آرامشی رخ داد. در این میان بمب‌انداز تیر خورده بی افتاد و جنگ دوباره سخت شد و چون دولتیان خطیب را گرفته بودند از آن سو هم از راه باغ ها پیش آمدند. چند تن از ماها تیر خورده بی افتاد. آنها را برداشته همراه یار محمد خان پس نشستیم. دولتیان هی شیپور کشیده پیش می آمدند. ما در باغ سازنده اندکی ایستادگی نمودیم، دوباره پس نشستیم و به آخونی رسیده در آنجا ایستادیم و هر چند تن سنگری گرفته به جنگ پرداختیم. عباس قلی خان قراچه داغی با 5 و 6 تن در یک دکانی و من و میرزا علی خان یاوروف با 7 تن در پشت بام گرمابهی به تنگنا افتادیم و از هر سو گرد ما را گرفتند. پیاپی داد می زدند خود را بسپارید. در این هنگام میر هاشم خان خیابانی و حاج خان پسر علی مسیو هر کدام با دسته رسیدند و به جنگ در آمده دشمن را سرگرم کردند. ما نیز دل به خود داده به یک بار بیرون تاختیم و خود را از آن تنگنا به در انداختیم. کوتاه سخن، آنکه تا نزدیکی نیم روز حکماوار و آخونی و خطیب همگی به دست کسان صمد خان افتاد. اگر به نقشه نگاه کنیم صمد خان در این هنگام در میدانی به درازای 1 فرسنگ و پهنای 0.5 فرسنگ پیش آمده و خود را به درون شهر رسانیده بود. حکماوار و آخونی و خطیب در یک سو افتاده، میتوان که با یک خط آنها را به هم رسانید و چنان که گفتیم اگر صمد خان در اینجاها استواری شدی کار به شهریان دشوار گردیدی. در شهر چه شورشی برخاست؟ چنان که گفتیم مردم تبریز به جنگ خو گرفته، در روزهای سخت نیز بازارها باز و هر کس به کار خود می پرداخت. امروز هم با آنکه از پیش از دمیدن آفتاب رزم آغاز شده از چند سو غرش توپ آبای تفنگ ها برمی خواست مردم در کار خود می بودند. اگرچه از به هر آدینه بازارها بسته کسی در آنها دیده نمی شد، ولی در کوچه ها مردم به حال هر روز آمد و شد می کردند و مجاهدان دست دست از این سو به آن سو رفته به رزمگاه ها می شتافتند. تا 3-4 ساعت از روز حال این می بود، ولی همین که آگاهی از شکست مجاهدان و در آمدن صمد خان به حکماوار پراکنده شد، کم کم در شهر تکانی برخاسته، ناگهان جوش و خروش پدید آمد. هر چند تن که به هم می رسیدند همین گفتگو را می داشتند. دست دست مردم به کوچه ها ریخته این سو و آن سو می دویدند. در انجمن انبوهی روی داده خروش سختی در کار می بود.
اگر تفنگ و فشنگ به دست آمدی، هزاران کسان بیدرنگ به مجاهدان پیوستندی. ملایان که کمتر جنگ جویی کند، در این روز کسانی از ایشان نیز تفنگ گرفتند. یکی از آنها به کوچه افتاده داد میزد و مردم را به جنگ میشورانید. از هر سو پیشروان آزادی بیرون شتافته به چاره میکوشیدند و مردم را میشورانیدند. کم کم در سراسر شهر مردم به جنبش آمده، گروه گروه رو به سوی حکم‌آوار نهادند. ولی از اینان چه برمی آمد؟ این گره را جز سردار آزادی که میتواند گشود؟ ببینیم او در چه کار است. باید دانست که یک از دوراندیشی ها میانه سردار و سالار این بوده که سالار در برابر دولتیان سنگرهای استوار مارپیچی پدید آورده و در پشت آنها ایستادگی میکرد و تاخت را با آسانی برمیگردان. این از خیابان آن سوی شهر کمتر تاراج دیده و جز از تاخت هایی که در تابستان در آغاز جنگ آنجاها رخ داد، بار دیگر دولتیان از آن سوها به درون نتوانستند نهاد. ولی سردار به سنگربندی ارج ننهاده، این خود شیوه جنگی او می بود که دولتیان را به درون شهر کشانیده، در پیچ و خم کوچه ها و کوچه باخا به تنگنا انداخته، از آنها کشتار کند. و چنان که دیده این بارها این کار را کرد و باید خسته بید که هر بار نتیجه نیکی گرفت. امروز هم پیش آمدن صمد خان نزد او چندان بیمناک نمی بود و شاید مایه خوشنودیش نیز می شد. چیزی که هست، صمد خان از چند راه تاخت آورده و بی اندازه پیش آمده بود و این ناچار مایه بیم می شد. از آن سوی انبوهی از مردم شهر به ترس افتاده رشت از دست می رفت. در بیجویه که نزدیک حکم‌آوار هست، مردم به هم بر آمده، برخی خانواده ها در اندیشه گریز می بودند. صمد خان تا آن اندازه نزدیک شده بود که گلوله ها از سر خانه ستار خان می گذشت. دیگر جایی ایستادن نمی بود. خود او با چند تن از خانه بیرون آمده از راه پل منجم و چوس دوزان روانه گردید. در نیمه راه با آیدین پاشا روبرو شده او را بسیار نکوهید، ولی نه ایستاده جلو شتافت و از راه امیر زین الدین خود را به دیزیج رسانید. در آنجا چنان که گفتیم دسته از مجاهدان ایستادگی می کردن. در این هنگام روز از نیمه می گذشت، ستارخان به بالای خانه در آمده از آنجا به جنگ می پرداخت، ولی چون دور می بود کاری از پیش نمی رفت. پایین آمده باز به پیش رفت پرداخت و با همه بیمناکی باک نکرده خود را به بالا خانه دیگری رسانید. در این میان مجاهدان نیز به جوش آمده از هر سو دست دست می رسیدند و آنان که در آن نزدیکی می بودند هر یکی از راه دیگری می کوشیدند. در این گرما گرم گرفتاری بود که حاجی علی عمو، آن پیرمرد غیرتمند، به کار شگفتی برخاست. این مرد که از مردم حکم‌آوار و یک از بازرگانان و توانگران به شمار می رفت، چون از هواداران مشروطه و خود مرد غیرتمندی می بود، از چندی پیش تفنگ گرفته در جنگ ها هم دست می شد. امروز همچون مجاهدان شکست خوردن و از حکم‌آوار بیرون رفتن، او به نگهداریشان می کشید و فریادها می کشید. ولی آنان گوش نداده بیرون می رفتن و چون دولتیان در پشت سر می بودن، او نیز نایستاده روانه دیزیج گردید. وانجا هم دست دیگران شد و کوشید تا سردار آمد. در این هنگام که سردار بدانسان می کوشید و مجاهدان هر یک از راه دیگری جان فشانی می کرد، حاجی علی عمو نیز سر از پا نشناخته با آن سال خوردگی در غیرت و چابکی به جوانان پیشی می جست. توپی که در سنگر حکم‌آوار می بود و مجاهدان به هنگام گریز بیرون برده بودند، این زمان در آن سوی گورستان بر سر راه ویجویه می خوابید. حاجی علی عمو از باقی به باقی گذشت و با آنکه گلوله پیاپی می‌دیخت، پروای جان نکرده خود را به سر توپ رسانید و آن را کشیده به پشت دیواری آورد. مجاهدان یاری نموده آن را به سنگری کشیدند و توپچی در پشت آن ایستاده به گلوله باران پرداخت. به هنگامی که سردار از بالاخانه و دیگر مجاهدان هر کدام از گوشه‌ای با کردان می‌جنگیدند و گرماگرم گلوله ریزی می‌بودند، ناگهان توپ به غرش برخاست و این شگفت که به گلوله نخست آسیب سختی به دولتیان رسانیده. در نزدیکی دروازه حکم‌آوار در بالاخانه بسیار بلندی چند تن از جنگجویان دولتیان سنگر کرده، از آن بلندی فرصت به کسی نمی‌دادند. توپچی در نخستین گلوله آن بالاخانه را آماج و آتش آنجا را خاموش گردانید. بالا سر دروازه سنگر بیمناک نیز با سه گلوله گرناد و شرابنل از هم فرو ریخت. در این دو سنگر چند تن از پیشتازان سپاه صمد خان نابود شدند.
گلوله دیگری در دروازه را شکافته و در پهلوی در همان بالاخانه چند تن کرد را با خاک یکسان ساخت. در این میان گلوله های جان ستان سردار پیاپی بر سر کردان می‌ریخت و چند سو سنگرهای دولتیان زیر آتش می بود. از آن سو مشهدی محمد علی خان و اسد آقا و حاج حسن آقا کوزه کنانی و دیگران از راه آخونی به حکم‌آور در آمده آنان نیز جنگ می کردند. چنان که گفتیم در شهر جوش و خروش بزرگی برخواسته، آزادی خواهان از توانگر و کمچیز و از ملا و کلاهی به تکان آمده، انبوهی از آنان با تفنگ و بی تفنگ رو به آن سو آورده و تا نزدیکی ها رسیده بودند. مجاهدان دم به دم به پشت گرمی و دلیری می افزودن. یک دست از آنها از دیزیچ دیوار خانه ها را شکافته از خانه به خانه گذشته همچنان پیش می آمدن که ناگهان خود را به سر نشیمنگاه صمد خان رساندند. دولتیان ایستادگی می نمودن و توپ ایشان نیز کار می کرد، ولی پیدا می بود که پایداری نخواهند توانست و باید بازگردند. گریز صمد خان. چنان که گفتیم چون نزدیک نیم روز شجاع الدوله به حکم‌آور در آمد و در آن هنگام یک ساعت بیشتر آرامش روی داده جنگ باز ایستاد، دولتیان به این اندیشه شب افتاده نشیمن برای خود جستجو می کردن. از این سو حکم‌آوریان به سختی افتاده می دیدن که اگر اینان شب را بمانند جز آزار و زیان نخواهند دید و در آن سرمای زمستان باید اتاقهای گرم را به کردان و چاردولیان رها کرده خودشان آواره باشند. این است اندوه خورده نمی دانستند چه باید بکنند و این زمان که به یک بار آواز تفنگ سختی گرفت و ناگهان قرش توپ ها برخاست، روزنه امیدی به رویشان باز شده خرسند گردیدند و من می دیدم با هم گفتگو می کردند و کسانی چنین وامی نمودند که آواز تفنگ سردار را می شناسند و این خود اوست که به رزمگاه شتافته، بدین سان به هم دل می دادند. در این میان جنگ سخت‌تر گردیده، چون که گفتیم مجاهدان از راه دیزیج نزدیک‌تر می‌آمدند و از آن سو کسانی از دولتیان راه قراملک را پیش گرفته باز می‌گشتند. ناگهان توپ را هم پایین آورده باز گردیدند. دیری نگذشت که خود شجاع الدوله با سرکردگان و سوارانی که گرد سر می‌داشت شتاب زده راه برگرفتند و یا بهتر گویم رو به گریز آوردند. در این هنگام مجاهدان چندان نزدیک شده بودند که هرگاه صمد خان 10 دقیقه دیگر ایستادی خود او دستگیر شدی. این از پروای بازماندن ننموده بدانسان شتاب زده راه افتادند. من در این هنگام فرصت یافته برای آگاهی از خانه حاج میر محسن آقا تا آنجا رفته بودم و چون باز میگشتم گریز صمد خان را دیدم. اینان که از راه ارگر آمده بودند اکنون از این راه باز میگشتند. خود صمد خان در جلو و سرکردگان و سواران در پشت سر به تندی میگذشتند. پس از اندکی مجاهدان نمودار شدند که دست دسته می رسیدند. در پشت سر آنان انبوه مردم می بودند که با های هوی شادمانی پیش می آمدند. در اندک زمانی سر و سر کوچه ها پر گردید و هنگامه بیمانندی بود، چون کسانی از کرد و سرباز در خانه ها باز مانده و نتوانسته بودند بگریزند. مجاهدان به جستجویشان به یک و یک خانه ها سر می زدند. همه درها باز و مردم دست دسته از این در به آن در می رفتند. گاهی نیز کردی یا سربازی را دستگیر نموده کشان کشان بیرون می آوردند که می کشتند یا نگاه می داشتند. حکم‌آوریان با آن همه زیان دیدگی از دولتیان در این هنگام تا می توانستند کردان و سربازان را پنهان داشته به دست نمی دادند. از خود مجاهدان نیز بسیاری از کشتن جلو می گرفتند. خود سردار چند کس را از مرگ رها گردانید، بلکه گفته کتاب آبی دستگیری را که می خواستند تیر باران کنند او خود را به میان انداخت و نزدیک بود آماج گلوله گردد. سخن کوتاه کنم. پس از آن شکست و زیان این فیروزی شکوه دیگری داشت و این زمان 10,000 کس در حکم‌آور گرد آمده و بدین سان شادی می نمودند و از حکم‌آوریان که از بیرون رفتن دولتیان تاراج دیدگی را فراموش کرده خوشنود می بودند از هر سو خروش های شادی بر می خواست. من نیز که خانه خودمان را از تاراج نگاه داشته بودم و کنون این پیروزی مشروطه را می دیدم از هر بار خوشنود و خرسند می بودم، ولی ناگهان پیش آمدی جهان را در برابر چشم تار و دیده هایم اشک بار گردانید. چگونگی را با کوتاهی می آورم. حاجی میر محسن آقا که امروز به جلو حکم‌آوریان افتاده به پیشواز صمد خان رفته و قربانی زیر پایش بریده بود، این یک گناه بزرگ از او شمرده می شد. نایب یوسف که چنان که گفتیم گذشته از دشمن کهن شیخی و متشرع خودش و دایش حاجی محمود دشمنی سختی با خانواده ما می داشتند، این فرصت را از دست نداده به کینه جویی برخواستند. به ویژه که در جنگ های امروزی مشهدی عباس برادر بزرگتر نایب یوسف که از مجاهدان به شمار می رفت کشته شده بود.
در این هنگام که انبوه آزادی خواهان به حکم‌آور ریخته آن شور و خروش در میان می بود، نایب یوسف به سر خود یا با اجازه از سردار با چند تن از تفنگداران به سر خانه حاجی میر محسن آقا ریختند. من میان حیات خودمان ایستاده بودم و مجاهدان و مردم که دست دسته به درون می آمدند و از آن که خانه ما به تاراج نرفته در شگفت شده پرسش ها می کردند، ناگهان آواز شلیک از آن خانه برخاست. چند تیر پیاپی در رفت و پشت سرام فریادی بلند گردید. من چگونگی را دانستم و بیتابانه اشک از چشمهایم سرازیر گردید و بسیار گریستم. پس از مرگ پدرم دومین بار بود که رشته تاب را از دست داده خود را به دامن گریه می انداختم. پس از دیری آگاهی آمد کسی کشته نشده. حاجی میر محسن آقا را دستگیر کرده بردن. تازه می خواستم آرام گیرم که آگاهی اندوه آور دیگری رسید. مادر عباس که برای سرکشی به خانه تاراج شده خودشان رفته بود با دستور نایب یوسف دستگیرش کرده برده بودند. بیچاره پیرزن همان رفتن است که رفت و پس از چند ماهی تن تکه تکیش از بن چاهی درآمد. خانه عباس و دیگران را که از حکم‌آور به دولتیان پیوسته بودند آتش زده ویرانه گردانیدند. باری مجاهدان با این فیروزی به حکم‌آور در آمدند و تا غروب خانه ها را می جستند. از آن سوی دسته های گریختگان را دنبال کرده تا نزدیکی های قراملک پیش رفتند و به امید آن که شاید در آن گیرودار به قراملک دست یابند دنباله جنگ را رها نکردند. ولی از سنگرهای قراملک آتش کرده با توپ و شستی پاسخ دادند. از این سوی توپ حکم‌آور را نیز به سنگر رسانیده به کار انداختند. ولی روز دیر شده جایی برای جنگ باز نمانده بود و مجاهدان بازگشتند. خود سردار هم تا آخر باغ‌های حکم‌آور رفته از آنجا بازگردید. در اینجا گذشت از کشتگان 6 تن درست و 3 تن زخمی دستگیر افتادند که آنان را به زندان شهربانی و اینان را به بیمارستان فرستادند. اما کشتگان به هنگام رسیدن مجاهدان 12 کشته در کوچه‌های حکم‌آور دیده می‌شد. ولی چنان که گفتیم بسیاری را هم به قراملک برده بودند که گفتیم یکی از آنان کربلای آقا رشید الایاله بود. به نوشته روزنامه ها امروز روی هم رفته 130 تن از سوی صمد خان کشته گردیدند. شتاب صمد خان در گریز به اندازه‌ای می بود که از سر آبداریش با ناهاری که برایش آورده بودند نیز به دست مجاهدان افتاد که به شهر آوردند. این داستان حکم‌آور است، اما خطیب آخونی چنان که گفتیم در آنجا هم جنگ های سختی در میانه می رفت. در این روز یار محمد خان با آنکه در جنگ الوار زخم برداشته و تازه بهبود یافته بود دلیری های بسیار نموده، قره آغاج و آن پیرامون ها را از تاراج نگه داشت. پس از شکست در حکم‌آور دولتیان در آنجا نیز ایستادگی نتوانسته بازگشتند و مجاهدان تا نزدیکی شام بازان دنبالشان کرده از آنجا بازگردیدند. به نوشته ناله ملت در آنجا هم گذشته از کشتگان کسانی را دستگیر کردند. جانفشانی های امروز. چنان که گفته ایم امروز مشروط خواهان همگی به تلاش برخواستند، ولی برخی از ایشان جانفشانی هایی کردند که باید نامهاشان برده شود. گفتیم که امروز کسانی از ملایان نیز تفنگ برداشته به جنگ شتافتند. از آنان نامهای حاج شیخ علی اصغر لیلاوایی، شیخ محمد خیابانی، میرزا اسماعیل نوبری، میرزا محمد تقی طباطبایی، میرزا احمد قزوینی نماینده علمای نجف را در ناله ملت شمرده است. از پیشتازان و دلیران نیز نامهای حاجی خان فرزند علی مسیو، نایب محمد خیابانی، پسر حاج سید حسین حلاج، مشهدی میر کریم مجاهد، حسین نام جوانی از تفنگچیان ارگ، آقای ابوالسادات، مشهدی محمد علی ناطق، یار محمد خان کرمانشاهی، حسین خان کرمانشاهی، آقا میر هاشم خیابانی، عباس قلی خان سرتیب، علی اکبر خان مینالو، میرزا علی خان یاوروف، نایب حسن گماشته حجت الاسلام، اسد آقا فشنگچی آجودان نظمیه، مشهدی حسن قفازی، یوسف چراندابی، شهباز گماشته سردار، تقیب، محمد خان سرتیب توپچی امیرخیز، آیدین پاشا قفازی، میرزا حسین پسر حاج علی آقا قنات، محمد قلی خان قرداغی، حاج علی امو، حسن آقا پسر حاج مهدی آقا، آقا امو اغلی نگهبان انجمن را در ناله ملت میابیم. از حاجی خان پسر علی موسی و خود ستار خان ستایش ها می کرده. حاج علی امو را یاد کردیم که چگونه توپ را به باغ کشانید. چنان که در روزنامه مساوات نوشته رخنه به کار صمد خان بیش از همه از گلوله های این توپ افتاد. این از جانفشانی حاجی علی امو و آن توپچی ارج بسیار داشته است.
از کسانی که ناله ملت فراموش ساخته کربلای علی حکم‌آوری است که در میان تفنگچیان و خود مرد دلیر و آبرومندی می بود و در این روز جان سپاری ها می کرد. ستارخان از او ستایش کرد و او را دیزی قیم علی استوار زانو نامید. نیز امروز شادروان حاجی علی دوافروش تفنگ برداشته به جنگ آمده بود که از بازویش دخمی گردید. اینها هر کدام جانفشانی و مردانگی کرده، ولی بزرگترین جانفشانی از آن خود سردار بود. اگر او نیامدی از دیگران کاری ساخته نشدی. یکانی که دبیر سردار و در این روز همراه او بوده چنین میگوید: در بالاخانه دوم سردار تنها می بود و کسی آن دلیری نمی کرد تا آنجا پیش رفته نزد او باشد. مستر راتسلاف کنسول انگلیسی این جنگ را ستوده چنین میگوید: در این جنگ مانند دیگر جنگ ها از ستارخان دلیری بس شایسته پدیدار شد. چیزی که هست او که سردار یک توده و همه آرزوهای مردم بسته به زندگی اوست، چندان که میباید خود را نمیپاید. تاراج هایی که دولتیان از حکم‌آوار کردند بیشتر آن را به قراملک فرستادند، لیکن کسانی هم فرصت نیافته هنوز با خود میداشتند و چون میگریختند نتوانستند همراه برند. سردار دستور داد اینها را در مسجد گرد کرده کم کم دارنده هر کالایی را پیدا کرده به خودش دادند. در روزنامه مساوات چیزهایی نوشته از این گونه که سرداران گوشوار از گوش زنان در می آوردند. من که در حکم‌آوار می بودم از چنین چیزهایی آگاهی نمی دارم و این گواهی را دریغ نمی گویم که کردان و چهاردولیان و یا سربازان و سواران هیچ کدام این گونه بدرفتاری ها نکردند. راست از خانه ها را تاراج کردند و کسانی را به دستگیری بردند، لیکن بدرفتاری دیگری هرگز رخ نداد. از این سو مردم حکم‌آوار نیز نه تنها رشته سنگینی و شکیبایی را از دست نهشتند. کسانی که خانه هاشان تاراج نشده بود مردانه به میزبانی و مهمانداری پرداخته از دادن نهار و چای خودداری ننمودند. این را در تاریخ خیوه خواندم که چون روسان به آنجا دست یافته برای تاراج به خانه های خان در آمدن، یکی از نزدیکان خان شربت و میوه برای ایشان آورد. ماننده آن در حکم‌آوار رو داد که در هر خانه که سواران و سرکردگان نشیمن می گرفتن دارنده خانه به دلخواه نهار و چای می آورد. این آیین مهمان نوازی است که شرقیان در همه جا دارند. هنگام پسین نیز صمد خان گریخت. خانه داران تا توانستن از کسان او نگهداری کردند. این را پس از انجام جنگ در قلامنک شنیدم. یک زنی 8 سرباز را در تنور و زیر پشته یونجه پنهان داشته شبانه همراه یک از خیشان خود از راه باغ ها روانه قراملک گردانیده بود. گفتیم امروز از سوی خیابان جنگ پیش می رفت. ببینیم در آنجا چه روی داده. در جای دیگری هم گفتیم آگاهی ما از خیابان در همه جنگ ها جز اندکی نیست، زیرا من خودم از آنجا دور می بودم و کسی هم آنها را ننوشته. درباره امروز هم جز آگاهی بسیار اندکی نمی داریم. با اینکه امروز در آنجا نیز جنگ بسیار سختی رخ می داده، دولتیان از آنجا هم آهنگ تاخت داشتند، ولی راهی پیدا نکرده نتوانستند. در ناله ملت چنین می نویسند: نخست گروهی از لشکریان دولت بر بالای سوریداغ آمده به سختی بسیار تیراندازی آغاز کردند و از توپی که در برابر سنگرهای آزادی خواهان می داشتند پیاپی شلیک می کردند. آزادی خواهان با توپ پاسخ داده خمپاره نیز به کار می بردند. خود سالار به رزمگاه در آمده مایه دلگرمی مجاهدان شدند. اینان 2-3 بار شلیک به دشمن کرده 9 تن از ایشان را به خاک انداختند. سپس آهنگ تاخت کرده به سوی فراز کوه که سنگر توپ نیز در آنجاست پیش رفتند. بندکی داشتند خود را به آنجا رسانند که ناگاه دولتیان شلیک کردند و یکی از پیشتازان آزادی به نام جعفرخان گلوله خورده بیفتاد. مجاهدان چون خود را در بیرون و دشمنان را در پناه سنگرهای استوار دیدند ناچار شده بازگشتند و سنگر بس استواری در دامنه کوه ساریدا پدید آورده دست دولتیان را از آنجا کوتاه کردند. از شگفتی هاست که سالار تنها 2 تن را از دست داده و به یک کوهی که از هر باره بسیار عرجدار است دست یافته و دشمنان را از 2 سنگر پس نشانده و این در سایه پیروان فداکاری است که برگرد سر می دارد. در کتاب آبی می نویسد روز 5 مارس که به حکم‌آوار تاخته شد دوباره خیابان را بمباران کردند، ولی در این بار آزاده خواهان بر سر توپخانه تاختند و این از دولتیان ناگزیر شدند توپها را برگردانند. از روی هم رفته پیداست که جنگ سختی در کار می بوده و با آنکه آهنگ تاخت از دولتیان سرزده بود آزاده خواهان کاردانی و دلیری نشان داده و اینان نیز به آنان تاخته باز پس نشاندند. این را هم گفتیم که با همه گرفتاری در خود خیابان میر هاشم خان با دسته از دلیران
بیاری آخونی شتافته بودند و تا آخر روز در آنجا دلیرانه می جنگیدند. دشواری بزرگی که رخ می نمود. جنگ حکم‌آور چون بدانسان پایان رسید و هر دو سو درس‌های آموخت. از یک سو دولتیان برای آخرین بار زور خود را آزموده این دانستند که شهر را به تاخ نتوانند گرفت و صمد خان که بیش از دیگران دلیری می‌نمود آتش او نیز فرو نشست و از این بار پس بار دیگر آهنگ تاخت نکردند. تنها راه‌ها را سخت گرفته به آن کوشیدند که شهر را از گرسنگی به ستوه آورند و به زینهار خواهی وادارند. از این سو تبریزیان از سرگذشت حکم‌آور پند آموخته باور کردند که چون سوار و سرباز به شهر درآیند همه خانه‌ها را تاراج کرده زیان و آسیب دریغ نخواهند گفت. این است به جنبش بیشتری برخواستند و از آن روز تبریز حال دیگری پیدا کرد، زیرا دست دست بازاریان و دیگران خواستار مجاهدی شدند و چون انجمن از زیر باز می‌خواست مجاهدان را به مشق واداشته شیوه سپاهیگری بیاموزد و جنگ‌های پیاپی فرصت نمی‌داد، در این هنگام که دسته‌های نوینی خواستار شدند انجمن خواست آرزوی خود را درباره اینان به کار بندد و دسته‌های ورزیده پدید آورد. این بود آگهی پراکن که از 16 صفر 18 اسفند پس اینها در سربازخانه گرد آیند و زیر دست سرکردگان به مشق و ورزش پردازند. از آن روز پس اینها بازارها را بسته خواهندگان گروه گروه در سربازخانه گرد می آمدند و هر یک دسته در زیر دست یک سرکرده به کار می پرداختند. بار دیگر سربازخانه یک از کانونها گردید. در همین روز است که مستر باسکرویل و شاگردانش نیز به آنجا آمدند و در این مشق‌ها بیاری پرداختند، چون که داستان آن را در جای خود خواهیم آورد. اینان سرگرم کار می بودند و از آن سوی سردار و سالار و مجاهدان از پای ننشسته می کوشیدند. در سوی خیابان جنگ پیش می رفت و کمتر روزی می بود که آواز توپ و تفنگ برنخیزد، ولی در سوی حکم‌آور آخونی و خطیب پس از روز 4 اسفند دیگر جنگی رخ نمی داد. صمد خان هنوز از سراسیمگی در نیامده و گامی پیش نمی گذاشت. مجاهدان نیز آهنگ جنگ نمی داشتند. از فردای آن روز در حکم‌آور به استواری سنگرها و انبوهی تفنگداران بسیار افزودند. نیز در آخونی به استواری سنگرها کوشیدند. خطیب را هم به مشهدی محمد علی خان و اسد آقا سپردند. مشهدی محمد علی خان در اینجا داستانی میگوید که شنیدنی است. روز 14 اسفند آن همه جنگ و کشاکش رخ داد و دولتیان و مجاهدان هر گروهی در سوی خود کوششی بیاندازه کردند و هنگام غروب پرسوده و بیتاب به جای خیش بازگشتند. از آنجا که در چنان هنگامی کمتر کسی پروای سنگر کند و هر کسی به بهانه فرسودگی به خانه خود رفته با آسودگی پردازد و چه بسا که در سایه این بی‌پروایی داستان ناگواری رخ دهد، از این رو سردار شبانه با آن کوفتگی و فرسودگی آسوده ننشسته به سرکشی سنگرها بیرون می‌آمد و از انجمن به همه جا تلفن کرده آگاهی می‌گیرد و به هر کجا کسانی را می‌فرستد. همراهان گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخوانی و افزایش دانش همگانی با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این امر خطیر یاری فرمایید. برای دانلود و بازدید از دیگر آثار فرهنگی ما نیز لطفاً به پایگاه اینترنتی www.farhangefarsi.com مراجعه فرمایید.